سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام اشتراک کنندگان در کنفرانس امروزی برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال امایون بادت این روز و همه روز نوروز یعنی روز اعتدال آغاز سال خورشیدی و جشن طبیعت یکی از روزهای مهم تاریخی و کهن‌ترین عید باستانی در کشورهای منطقه می باشد. جشن نوروز یک پدیده ماندگار و مشترک فرهنگی میان کشورهای منطقه است. در بیشتر کشورهای منطقه ما جشن نوروز به عنوان مظهر شگوفایی و امرار حیات از نخستین روز سال خورشیدی برگزار می گردد و آن را من حیث یک رسم مردمی تجلیل می نماید که از اهمیت فرهنگی در کشورهای منطقه برخوردار هستند. نوروز نه تنها یک جشن باستانی و مشترک بین کشورهای منطقه می باشد بلکه از لحاظ نوع روابط و گستردگی همگرایی منطقه‌ای نیز اهمیت و جایگاه ویژه دارد. تلاش مشترک برای به رسمیت شناختن این روز مهم باستانی تحول عظیم و نقطه عطف در مناسبات منطقه‌ای کشورهای هم فرهنگ، هم تاریخ و هم زبان تلقی می گردد. این تلاش مشترک می تواند بستر مناسبی برای تقویت همکاری های منطقه‌ای در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک تلقی گردد. انتظار می رود فرهنگ این روز باستانی سال به سال گسترده تر گردیده و کشورهایی که همگرایی منطقه‌ای را در محوریت این جشن تاریخی به وجود آوردن به نام کشورهای اوزه نوروز مسما گردد. And now it's time for Mr. Partav Nadiri. به نام آن سمد بی چگونه یکتا که کرد کون و مکان را به حرف کن پیدا. خیلی خوشحال هستم که فرصت یافتم تا در این نشست شکوهمند چند نقطه مشخصی را در رابطه با نوروز باستان و همگرایی منطقه‌ای خدمت دانشمندان عزیز و دوستان محترم ارائه بکنم. افغانستان بخشی از یک حوزه بزرگ تمدنی است. امروزه این حوزه بزرگ تمدنی به کشورهای گوناگون بخش بندی شده است. در پیوند به تمام داشته های فرهنگی و تمدنی این حوزه می توان گفت که این همه داشته ها به همه آن کشورهای تعلق دارد که از همین حوزه برخواستند. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که به تنهایی پدید آورنده این همه فرهنگ و مدنیت گسترده است. همه کشورهای این حوزه در تمامی پدیده های فرهنگی و تمدنی این حوزه شریکند. این اشتراک منافع فرهنگی و تمدنی خود می تواند زمینه های بیشتر تفاهم و همگرایی منطقه‌ای را در این حوزه پدید آورد. یکی از این اشتراکات در منطقه همانا جشن نوروز است، جشن یک حوزه بزرگ تمدنی. وقتی این جشن به یک حوزه متعلق است، پس تنها جشن این یا آن کشور نیست، بلکه جشن همگان است. من اینجا کشورهای این حوزه بزرگ تمدنی را می خواهم به نام کشورهای حوزه نوروز یاد کنم. قرار از سال آینده 1393 خورشیدی جشن جهانی نوروز در تپه پغمان در کابل برگزار شود. ظاهراً دولت تلاش دارد تا نوروز را به گونه شایسته آن برگزار کند. در پیوند به چیگونگی استفاده از نوروز در جهت همگرایی منطقه‌ای می خواهم این چند پیشنهاد زیرین را مطرح کنم. یک، در گام نخست کشورهای حوزه نوروز می توانند بنیادی را زیر نام بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان پایه‌گذاری کنند. رهبری این نهاد باید به گونه دورانی به پیش برده شود و هر سال یکی از کشورهای عضو حوزه نوروز آن را رهبری کند. این بنیاد باید همساله جشن نوروز را به گونه یک میراث تاریخی و فرهنگی مشترک تجلیل کند. دو، بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان در گام بعدی می تواند شبکه نمایندگی خود را در تمام کشورهای حوزه نوروز پایه‌گذاری کند.
به زبان دیگر کشورهای حوزه نوروز می توانند هر کدام بنیاد را به نام بنیاد نوروز باستان ایجاد کنند. بنیادهای نوروز باستان در یک جهت در میان هم دارای پیوندهای کاری و تفاهم فرهنگی خواهند بود، بل در جهت دیگر باید با بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان نیز پیوند داشته باشند. بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان می تواند در جشنواره‌های نوروزی برای نویسندگان و آفرینشگران عرصه‌های گوناگون فرهنگ جایزه‌های ادبی هنری و تقدیرنامه‌ها ارائه کند. این جایزه‌ها و تقدیرنامه‌ها از نشانی بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان داده می شود، نه از نشانی کشوری که ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد. بنیاد منطقه‌ای نوروز باستان می تواند دو نشریه داشته باشد زیر نام نوروز باستان. این نشریه ها بهتر است به گونه مجله های یک ماهه، دو ماهه و یا هم سه ماهه نشرات داشته باشند. یکی از این نشریه ها به زبان های کشورهای عضو نشر خواهد شد و نشریه دیگر به زبان انگلیسی خواهد بود. در نشریه انگلیسی گذشته از نوشته ها به زبان انگلیسی باید ترجمه بخشی از نوشته های نشریه نخستین نیز به نشر برسد. ترجمه آثار ادبی و فرهنگی نویسندگان منطقه به زبان انگلیسی زمینه معرفی ادبیات و فرهنگ منطقه در سطح جهان را فراهم می‌سازد. در جشنواره‌های بنیاد منطقه نوروز باستان باید بازار و نمایشگاه نوروزی راه اندازی شود. در این نمایشگاه ها گذشته از نمایش کتاب ها می توان بخشی از صنایع دستی و دیگر تولیدات فرهنگی کشورهای حوزه را به نمایش گذاشت. شاید در یک ارزیابی بعدی بتوان زمینه آن را فراهم ساخت تا چنین نمایشگاه ها و بازارهای بگونه دوامدار به کار خود ادامه دهند. هزینه پایه‌گذاری بنیاد منطقه نوروز باستان و شبکه آن را در گام نخست باید کشورهای حوزه بپردازند، اما در گام بعدی هیچ تردیدی نمیتواند وجود داشته باشد که سازمان ملل متحد، یونسکو و شماری از سازمانهای امداد جهانی که در جهت نگهداری میراثهای جهانی کار میکنند در این امر کشورهای حوزه را کمک خواهند کرد. همکنون در مرزهای شماری از کشورهای منطقه بازارهای به نام بازار مشترک وجود دارد. کشورها می توانند این بازار را به نام بازارهای مشترک نوروز باستان یاد کنند. من فکر می کنم که خیلی شایسته خواهد بود تا کشورهای حوزه نوروز در مرکز یا یکی از شهرهای بزرگ خیش خیابانی را به نام خیابان نوروز باستان نامگذاری کنند. من فکر میکنم بهترین جایی در افغانستان که باید آن را به نام نوروز باستان نامگذاری کرد تپه پغمان است. این تپه باید به نام نوروز باستان نامگذاری شود. پس از این همه ساله جشن نوروز به گونه رسمی در این تپه برگزار خواهد شد. به همین گونه می شود خیابانهای دیگری را در شهر کابل و یا چند شهر مهم دیگری کشور به نام خیابان نوروز باستان نامگذاری کرد. اگر بخش خصوصی تشویق شود در این کشورها، این امر ممکن است که بعضی از ساختمانهای بزرگ به نام کاخ نوروز باستان نامگذاری شوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورها می توانند یکی از جوایز ادبی هنری خود را به نام جایزه نوروز باستان نامگذاری کنند و به همین گونه دولت ها می توانند را به نام نشان نوروز باستان ایجاد کنند و همساله این نشان را برای شماری از فرهنگیان و آنانی که در جهت همگرایی قومی و منطقه‌ای و پژوهش های فرهنگی کار کردند بدهد. نکته آخر این که من در پیوند به چگونگی تجلیل نوروز در کشورهای حوزه اطلاعات گسترده‌ای ندارم، اما در افغانستان در سالیان اخیر تا نوروز با سرود سبز خیش از شهرها و دیکده‌ها می‌گذرد، شمار آن را سنگباران می‌کنند. تا
طالبان هر گونه جشن نوروز را حرام اعلان کردند. پیش از آن در دوران مجاهدان نیز نوروز رنگ و بویی نداشت. در سالهای اخیر شمار می‌خواهند آن را از حوزه فرهنگی افغانستان حذف کنند. گاهی کسانی آن را جشن گبرگان می‌دانند و شمار دیگر با سبک مغزی آن را جشن بیگانگان می‌خوانند. گاهی هم تلاش شده است تا با نامگذاری‌های دروغین سیمای راستین نوروز را جعل کنند. از این نقطه نظر نوروز در افغانستان و مانند شماری از ساحات باستانی بناهای تاریخی در خطر نابودی قرار دارد. هنوز این حراس وجود دارد که شماری از افراد و حتی بلند پایگان می خواهند آن را چنان تندیس های بودا در ذهن تاریخ متلاشی سازند. این در حالی است که نوروز این سبزین پوش فرخپی در این سرزمین و همه کشورهای این حوزه پیش از تاریخ نفس کشیده است. او از سرزمین های ابهام آلود اسطوره ها می آید و منزل های دوری را در تاریخ پشت سر گذاشته و به ما رسیده است. شاید افغانستان در این زمینه نیاز داشته باشد تا گروه های دفاع از نوروز باستان را نیز پایه گذاری کند. تشکر از توجه شما. تشکر از آقای نادری. حالا رشته سخن را به خانم سارا جان می دهیم. Excellencies, Afghan government representatives, national and international guests, ladies and gentlemen. عالی جنابان، نمایندگان حکومت افغانستان، مهمانان داخلی و خارجی، خانم ها و آقایان، یونسکو خرسند است که فرصت شرکت ورزیدن در این نشست را دریافت است و برای من جای افتخار است تا در چنین یک نشست درباره آن چیز که باور داریم اساس صلح و آشتی و بازسازی پس از جنگ است صحبت می کند. فرهنگ و میراث فرهنگی بدون شک به این منظور هستند تا شرایط لازم را برای زندگی مناسب و توسعه یافته ایجاد کند. میراث فرهنگی تبارز دهنده ارزش های نسل های گذشته است که بر زندگی کنونی ما اثر می افکند و نیز برای آینده ما. من مطمئن هستم که بسیاری از شما می دانید که نوروز در سال 2009 از طرف یونسکو رسمیت یافت. البته به عنوان میراث مشترک فرهنگی معنوی بشریت، روز جهانی نوروز در سال 2010 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد و این با ابتکار چندین کشور از جمله افغانستان انجام شد. از نوروز با آغاز روز نخست سال از سوی نزدیک به 300 میلیون تن در سراسر جهان تجلیل می شود و این رسم بیش از 3000 سال پیشینه در آسیای مرکزی دارد. نوروز جشن سنتی است که با آغاز روز نخست بهار و طبیعت شروع می شود. این ارزش ها صلح و همبستگی را میان نسل ها و در میان خانواده ها و همچنان آشتی و همسایگی را تشویق می کند. بدین ترتیب به دگرگونی فرهنگ و دوستی میان مردم ها و جوامع متفاوت کمک می نماید. امروز میراث فرهنگی که نوروز یکی از عناصر آن است، نمایندگی از یکی از ویژگی های قابل توجه در ایجاد هویت ملی در ارتباط با کثرت و تنوع فرهنگی که برای زندگی جامعه افغانی در این مرحله تاریخی توسعه این کشور ضروری است می کند. کثرت فرهنگی در چهارچوب جامعه نمایندگی از غنی بودن فرهنگ آن می کند و تایید بر رشد تحمل در منطقه کمک می کند. اکنون من با این ادامه می دهم که چگونه این سنت اجدادی مشترک مردمان آسیایی می تواند به همکاری منطقه‌ای کمک کند. میراث فرهنگی اهمیت بزرگی برای روابط جهانی از رهگذر این دارد که چگونه به خوبی توابع ارتباطات میان فرهنگ‌ها عمل کند. به گفته تحلیلگران، ناکارآمدی مذاکرات بین‌المللی تا 70% ناشی از سوء تفاهم متقابل از اعضای سیستم‌های مختلف فرهنگی است.
این واقعیت نیز نقش منفی را در قطعنامه های جنگی بازی می کند. در مرحله نخست بر اساس شناختن فرهنگ یک تن و همزمان با آن دستیابی به آگاهی درباره فرهنگ های متفاوت محیطی و پایه های اصلی ارتباطات این فرد یا افراد وابسته است. آشنایی بهتر با میراث های فرهنگی یکی از پیشفرض‌های چنین رسمیت شناختن است. بر صورت هنگامی که درباره آسیای مرکزی ما گفتگو میکنیم میدانیم که چنین به رسم شناختن وجود دارد. نوروز یکی از چندین میراث مشترک فرهنگی این منطقه است و البته یکی از نمادین ترین چنین میراث ها. نوروز یک نقش مهم را در تقویت روابط میان مردم بر بنیاد ویژگی های متقابل آن و مفکوره های صلح و حسن همجواری بازی میکند. خب من بخش دوم صحبتم رو به زبان فارسی که یکی از دیگر اشتراکات از فرهنگی آسیای میانه است ادامه دارم که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می رود. من معتقدم که آسیای میانه برای گسترش و عمیق‌تر ساختن همکاری‌های منطقه‌ایش می‌تواند از نمونه موفق اتحادیه اروپا و روندی که این اتحادیه در دو دهه گذشته طی کرده است کمک بگیرد. اتحادیه اروپا در سال 99 کمپینی به نام اروپا میراث مشترک آغاز کرد. به بخشی از این کمپین این بود که کشورهای اروپایی 5 کنوانسیون رو در مورد میراث فرهنگی مشترکشون امضا کردند و چندین پروژه مشترک رو آغاز کردند که از این پروژه های یکیشون فرهنگ 2000 است. هدف این پروژه حمایت از پروژه هایی است که آگاهی دهی می کنند در مورد میراث فرهنگی مشترک، زیرا باور دارند که آگاهی از میراث فرهنگی مشترک باعث ایجاد تفاهم بیشتر می شود و بستر مناسبی برای گفتگوهای سیاسی و اقتصادی. نوروز به مانند یک قرارداد نانوشته عمل می کند. همه قراردادهای رسمی و نوشته شده هم اجرایشان در نهایت به این بستگی دارد که طرفین قرارداد چقدر به هم اعتماد داشته باشند و چه احساسی نسبت به هم داشته باشند. نوروز عنصری است که می تواند احساس اعتماد را به وجود آورد و همین است که در سال گذشته این فستیوال در حل و فصل اختلافات و بررسی مشکلات قدیمی بین کشورهای منطقه مؤثر بوده است. هیچ چیزی بیشتر از هویت فرهنگی مشترک نمی تواند به ایجاد این اعتماد کمک کند. این سالها که ناپایداری در بسیاری از مناطقی که نوروز در آن مکانها جشن گرفته می شود وجود دارد، پیام صلحی که در پتن این رسم قرار دارد به ویژه مهم است. این جشن یادآور این است که چندین هزار سال این منطقه سرنوشت مشترکی داشته است و از این پس هم در سرنوشت مشترکی سهیم خواهند بود و باید برای آینده ای بهتر همه با هم همکاری کنند. با تشکر. تشکر از خانم سارا جان. حالا از آقای عبدالنبی ستاروف خواهش میکنیم تا سخنان خود را آغاز نماید. تشکر. با عرض سلام، امروز دیگر جای بحث نیست که نوروز آینه قدنمای فرهنگ مشترک اقوام آریایی ساکنان خراسان و ماوراءالنهر از جمله تاجیکستان، افغانستان و ایران و حافظه تاریخی آنان می باشد. همچنین قابل تردید نیست که این جشن باستانی مردمان آریا نژاد در کشورهای همجوار و شمول دولتهای دیگری آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان، همچنین ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و مملکت‌های عربی نیز نفوذ گسترده دارد و حال باعث افتخار اقوام آریایی است که در نتیجه تلاش‌های پیگیرانه چند کشور همزبان و همفرهنگ منطقه در تاریخ 19 فوریه سال 2010 شورای 64مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را جشن بین المللی اعلان داشت و روز 21 مارس را روز جهانی نوروز مقرر نمود. در قطعنامه سازمان ملل متحد آمده است که هر کشور عضو این سازمان باید در رشد و تکامل و برگزاری جشن نوروز جهد بکند، چون نتیجه فعلا نوروز را نه تنها در سرزمین اقوام آریایی
بلکه در قریب 200 دولت اعضای سازمان ملل متحد جشن خواهند گرفت. و این حادثه مقام بین المللی پیدا نمودن نوروز و همگانی تر شدن اصول و سنت های آن در آغاز هزاره سوم تماما تصادفی نیست. همان طور که یکی از فرهنگ‌شناسان معاصر تاجیکی می نویسد، آغاز اقتباس است، نوروز در بین آریاییان شرقی ظهور کرده در زمینه سنت روحانی آنان بودیاد یافته باشد، هم سریشتن و مقیاسن اید یک خلق گروه از اقوام آدمی یا قطعه از روح مسکون نبود. نوروز همچون جشن زاد روز خورشید خاوران مثل خود سرچشمه اش یعنی آفتاب که برای همگان و همه جا همه روزه نور و گرما می افکند، ثروت جمله فرزندان عالم است. در نوروز نامه حکیم عمر خیام در زمینه آمده است که چون آفتاب به فروردین خیش رسید، آن روز آفریدون بنو جشن کرد و از همه جهان مردم گیرد آورد و عهدنامه نبیشت و گماشتگان را داد فرمود. نوروز در مقیاس جهان معاصر قدیمترین جشن سال نو است و با گذشت سالها طرف بیشتر همگانی تر می شود. علت اصلی همگانی و بین المللی شدن جشن نوروز آریایی در صفات ذاتی بسیار نادر و ناتکرار آن، در فلسفه فوق‌العاده عمیق طبیعی و انسانی نوروز که برای تمام بنی بشر و محیط زیستی آن نزدیک می باشد نهان است. مهمترین فضیلت ها و اصل های جشن نوروز که آن را از همه مراسم های دیگر، جشن های دیگر افضل نگاه می دارد و همگانی و فراملی ساخته است، به نظر این جانب و قرار زیل است و با اجازت شما من آنها را یک یک مختصر اجمالا شتاب زده ذکر میکنم. یک، احیاگری، احیای طبیعت و تمام عالم مخلوقات و موجودات روی زمین. دو، نوگرایی، روز نو، روزی نو، سال نو، اقبال نو. عالم کهن نو میشود، عالم کهن دیگر باره جوان میشود. آدمان لباس نو ببر میکنند، طبیعت از نو سرسبز و خورم می شود. نوروز روز اندوختن قدرت و قوت تازه روحانی و روانی می باشد. سه، پاکسازی و پاکبازی. مردم در این روز خانه و کوچه و خیابانها را پاک و تمیز می خوانند. از دلها همه گونه کینه و بخل و عداوت را بدر می اندازند. گناه همدیگر را اگر همچنین یک گناه چی صغیره چی غبیره در نسبت یک دیگر کرده باشند می بخشند. چهار، روشنیگریایی و تاریکی زدایی. نوروز روز پیروزی روشنی بر تاریکی است. در نوروز روزها درازتر و روشندتر و شبهای سیاه کوتاهتر می گردند. پنج، نیکیگرایی و بدی زدایی. پیروزی نیکی بر بدی، پیروزی نیروهای اهورایی بر اهریمنی. شش، برابری و برادری. نوز نوروز در نوروزگاه ها همه به هم جمع می آیند، چه شاه و چه گدا، چه دارا و چه نادار، چه فقیر و چه توانا، چه پیر و چه برنا، چه خاص و چه عام. هفت، امید بخشی و آرمان شکنی. در جشن نوروز روزی خاصه بوده است، چنان که سرچشمه ها می فرمایند، خبر می دیند، آن را روز امید می گفتند. مردم در آن روز امید می بستند و آرمان هایشان را می شکستند. هشت، پیوندگری.
نوروز را فرهنگشناسان پیوندگری نسل‌های انسانی و اصل‌های فرهنگی عجم دانستند. نوروز را مظهر وحدت عملی ازلی اقوام آریایی خلق‌های خاور و باختر نامیدند. این همه فضیلت‌ها و اصل‌های نوروزی که برشمردیم خاص تنها یک قبل، یک خلق، یک سرزمین، یک قطعه نبوده، بلکه به خواست‌ها و آرمان‌های تمام فرزندان مردمان کشورهای دیگر، سرزمین‌های دیگر موافق می‌باشند. من ایمان کامل بر آن دارم که با گذشت ماه‌ها و سال‌ها هرچی بیشتر مردمان دیگر، دولت‌ها و مملکت‌های دیگر به نوروز خواهند گروید و آن را جشن خواهند گرفت. سرنوشت نوروز در تاجیکستان بسا آموزنده می باشد. آن را در دوران شوروی در زمان سلطه بیخدایی قاهر کمونیستی میراث دینی و آثار باقی مانده موزیر فیادلی اعلام داشته بودند و به سنت ها و اصله هایش مبارزه می بردند. اجازت نمی دادند که نوروز به طور رسمی جشن گرفته شود یا درباره‌اش چیز گفته و نوشته شود. با این همه نوروز و سنت های آن در میان مردم اصیل دیهات و شهر و ناحیه ها پایدار بماند. آنها نوروز را و سنت های آن را با نام های دیگر، زیر عنوان های دیگر، عید بهار، سیر لاله، فصل کشتوکار، عید دیقان و غیره زنده نگاه داشتند. تنها پس از دوران و اصطلاح زمان گرمای خروشاوی و زمان اینجا در افغانستان ایران پیرسترویکا که میگن، ما بازسازی میگیم، بازسازی گربچاوی، یک فرصت مناسب، یک زمینه مناسبی پیدا شد که با تشبث اهل زیاییان تاجیک، اهل ادب، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کسان دیگر جشنی به طور رسمی جشن گرفتن نوروز در سالهای 80 صده 20 از نو یک زمینه مساعد شد و این به جشن عمومی در تاجیکستان تبدیل یافت و مخصوصا بعد از دریافت استقلالیت سیاسی و دولتی در تاجیکستان، تاجیکستان در روزهای نوروز تمام سرتاسر تاجیکستان به نوروزگاه بزرگ تبدیل می‌یابد و در پایتخت تاجیکستان با تشبث بی‌واسطه رهبر تاجیکستان جناب آقای امام علی رحمان یک نوروزگاه بزرگ بنیاد شد که اونجا همه ساله این جشن به نظر گرفته می‌شد. حاضرین گرامی، اگرچه شاعر بسیار توانا، توانای افغانستان، استاد خلیل الله خلیلی که در تاجیکستان خیلی شهرت دارد و خیلی محبت دارد، شعرهایش تکرار به تکرار مجموعه و کتابهایش نشر شدند و تحقیق شدند، گفته بود در یکی از شعرهایش که گویید به نوروز که امسال نیاید، گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. با وجود این، من به شما حاضران گرامی تمنای آن را دارم که نوروز برای شما همه ساله، همه روز بیاید، نیکی بیارد، سرسبزی بیارد، خوشی بیارد، وحدت و صلح را بیارد و ما و شما مشترک اون را جشن گیریم. تشکر. تشکر فراوان از آقای ستاروف. انده از آقای مارلین تقاضا قلوز که سخنلرنه آغاز قلسل. سلام خانم ها و آقایان.
در بعض کشورها هم سال از نوروز تجلیل به عمل می آید. تا کنون دو گونه سنت برای برگزاری نوروز شناخته شدند. گونه نخست پیوند دارد با میانه فصل تابستان، یعنی هنگام حاصلات، و دیگرش هم زمان برابری شب و روز بهاری است. امروز هر دو سنت ملت های باستانی در باره مردن و زنده شدن دوباره طبیعت نگه داشته شده است. هر دو این سنت ها مردمی گفته می شود. آنها می توانند این سنت ها را از مذهب جدا بسازند و حتی در جشنواره های مذهبی قرار دهند. این ثابت شده که مذهب ها در جهان به حیث قانون کار گرفته می شوند. برای تجدید نظر درباره جشنواره های مردمی تلاش می شود تا آنها را با تقویم معنوی ترکیب کنند. نوروز از مشهورترین و باستانی ترین جشنواره ها است که معمولا تصور می شود که ریشه در دین زرتشت دارد. این جشنواره بیانگر احیای مجدد طبیعت است، خاطرات نیاکان و تصدیق اتحاد بشریت با طبیعت است. این جشنواره جهانی است. زمانی که نوروز بدون سرحد سیاسی و جغرافیایی شناخته شد، به هر حال تاریخ اصلی این جشنواره ناشناخته است. بر بنیاد استورشناسی ایرانی ها، در این روز قهرمان سیاوش از سوی افراسیاب کشته شد و به خاک سپرده شد. این قهرمان در اوستا هم ذکر گردیده و در شاهنامه فردوسی این قهرمان بیشتر به تشریح گرفته شده است. در ادبیات فارسی ظاهر شدن جشنواره نوروز مانند دیگر رسوم آیین و فرهنگ همچنین ارتباط میگیرد به شاه. شاعران و نویسنده ها در قرن های 4 و 6 مانند فردوسی، منوچهری، انصاری، بیرونی، خسروی، مسودی، گردیزی و دیگران بدون تردید منابع تاریخی و اسطوره‌ای در ادبیات قبل از اسلام دارد. تاریخ پیدایش نوروز برمیگردد به زمان جمشید چهارم در سلسله پیشدادیان و اگر مراجعه کنیم به استناد ابوریحان بیرونی، این جشنواره ارتباط میگیرد به جمشید. او یادآوری نموده برتیلز، خاورشناس معروف ذریعه مطالعه تاریخ و فرهنگ و ادب ایران و آسیای میانه، به این نتیجه رسیده که نوروز در میان ساکنان آسیای میانه ظهور کرده و همیشه با فصل بهار ارتباط داشته است. ولی در میان فارسی ها از زمان ساسانی ها تا آمدن سلجوقی ها هر ساله در زمان های مختلف این جشنواره را برگزار کردند. جشنواره نوروز کاملا ارتباط دارد با حرکت نجومی آفتاب و زمانی که برج حمل آغاز می‌گردد. نوروز ارزشش را بعد از سال 1074 میلادی به دست آورد، زمانی که به دستور امیر جلال الدین ملکشاه سلجوقی، دانشمند بزرگ عمر خیام بر بنیاد مطالعات کنموت یک تقویم تازه را ساخت که حال به نام تقویم جلالی یاد می‌گردد. بر بنیاد محاسبه های خیام در ازای یک سال 365 روز و 5 ساعت و 43 دقیقه و 24 ثانیه و چندین درصد ثانیه می باشد و او معین کرد که زمان برابری شب و روز نوروز است. اعتدال شب و روز بهاری اکنون تنها در ایران و افغانستان جشن گرفته می شود و در تاریخ 21 یا 22 مارچ یا اول حمل به شکل بسیار گسترده تجلیل می شود. در کل اساسی ترین رویداد لذت بخش بهار در تقویم محلی که دلالت می کند بر احیای مجدد و ادامه زندگی در افغانستان که همچنین به نام عید گل سرخ نیز یاد می گردد. و به همین منوال در کشور ما هم از این روز تجلیل به عمل می آید. سپاس. ما یک پرسش داشتم از جناب استاد نادری، استاد عزیز و بزرگوار. استاد، شما قسم که اشاره کردین که بعضی از سبک اندیشان دارن نوروز را به اصطلاح سپوتاژ می کنن. متاسفانه اینا از تریبیونای مختلف مثل رسانه ها و منبرهای مساجد و حتی در مکاتب و دانشگاه ها کوشش میکنن که به اصطلاح نوروز را تقبیح و نکوهش بکنن، اما بدون در نظر داشت نزدیک نوروز کاملا یک جشن فراقومی و فرازبانی و فرامذهبی است و ریشه در تاریخ کشورهای منطقه و اقوام ساکن در کشورها بخصوص در افغانستان داره. من میخواستم میره بپرسم استاد از شما که شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر این موجهای نوروز ستیزی را ریشهش از کجا میخواین که به اصطلاح مطرح بکنین و راههای حل که ما بتونیم این موجهای که فرهنگ ما را تهدید میکنه اینا را ما بزداییم. سپاس. اگر جشن دهقان است در افغانستان و اگر جشن لاله است در تاجیکستان، این هم از پراگندگی فرهنگی در منطقه آیا حداقل در میان چند کشور حرف میزنه یا پراگندگی را نشان میده و همگی جداگانه یا به صورت جداگانه تلاش کردن برای حفظ و یا زنده نگه داشتن این فرهنگ و یا نوروز. چقدر میشه با این برگزاری یک نشسته که چند رئیس جمهور میان در یک کشور گرده هم میان و سخنرانی میکنن و دوباره برمیگردن، چقدر میشه که یک همگرایی فرهنگی را در خصوص نوروز به وجود آورد؟ و خیلی خوب خواهد بود که اگر یک پیام از آدرس این کشورهای آسیای میانه که حال گرده هم اومدین
آن کسان داشته باشین که از آدرس منبر و مسجد تاپی و یا مهر کفرگویی را بر شما میزنند که اگر جشن نوروز را شما تجلیلی میکنین و یا حداقل میشه پیام داشته باشین برای کسایی که به خاطر منحل ساختن برگزاری جشن نوروز در شکمشان بم میبندن و میان خود را منفجر میکنن و آماده این قربانی هستند. سپاسگزارم. بسیار زیاد تشکر از پرسش بسیار خوب شما. من بسیار کوتاه اشاره کردم. اینجا فکر میکنم بحث سر این نبود که نوروز از کجا برخواسته و چی دوره‌هایی را طی کرده، بلکه پذیرش نوروز به حیث یک واقعیت فرهنگی در این حوزه است و بعد چیگونه می شود با استفاده از نوروز یک تفاهمی ما بین اقوام گوناگون این حوزه که بدون تردید در تمامی دستاوردهای فرهنگی و تمدنی سهم دارند از او استفاده کرد. من زیاد طرفدار اون اسطوره ها در رابطه با نوروز نیستم، ولی چیزی که از اونجا درک میکنم این هست که نوروز یکی از قدیمی ترین جشنهای جهان است. اساسا اسطوره اونمون لحظه هایی است که انسان بدون داشتن تخیل تجربی علمی درباره جهان و هستی میاندیشه و برای از او پاسخ میده. وقتی که در قرآن می خوانیم که حضرت ابراهیم ستارگان را دید و گفت خدای من این است و بعد ماه را دید و گفت ستارگان این خداوند من این است و بعد خورشید را و بعد آنها غروب کردند گفت خداوند غروب نمی کرد، این امو خودش نو پاسخهای اسطوره‌ای است به هستی که می خواهد بفهمه. دو چیز همیشه برای انسان مطرح بوده، خود موجودیت یا حیات و مرگ. همیشه انسان ها پس از مرگ، مرگ به حیث یک نیستی مطلق نپذیرفتند، بلکه رسیدن به هستی دیگری. شما در مابین اقوام مختلف جهان بگردین، بهشت آنها و آن جهانشان خیلی ارتباط داره با وضعیتی که در این جهان زندگی میکنن. مثل عزیز که میخواهن کمبودی های این جهان را در اون جهان تکمیل کنن یا در حقیقت پاسخی میده. حالا این نوروز هم برمیگرده از اون جهان های ابهام آلودی اسطوره ها، ولی یکی از منبعی که در این باره گفته که از کجا برخواسته، شاهنامه فردوسی میگه که در زمان جمشید یا یما پادشاه، من این چند بیت اینجا نوشتم که در حافظه امامت، به فر کیانی یکی تخت ساخت، چی مایه بدو گوهرن در نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زگردون به هامون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بری تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی، مران روز را روزی نو خواندند، می و رود را چطور را آموزگاران خواستند. در فردوسی میگه که اون به تخت خود نشسته بود، حالا دیوها تخت این را با آسمان ها بلند کرده بودن. اتفاقا آنچه که میگه در آذربایجان بر سر تپه تخت را گذاشتن و چون خورشید تابی تا وقت نام این کس جم بود و شید در زبان پهلوی به معنای شعا و روشنیست، این نامش شد جمشید. جالب است که برای مثال جالب است که من البته بدون تردید که کشورهای دیگه هم سهم دارم، ولی مشخصا آذربایجان پیشنهاد کرده بود که این جشن به حیث یک جشن جهانی پذیرفته شود. در مورد خواستگاهش که بالاخره که این جمشید است، من میخوام به امون کسا بگم، کسانی که میخوان نو فرهنگ زدایی در افغانستان بکنن کوردلان بیش نیستن. اساسا
دوست ما پیشتر درباره اون وضعیت دوران استبداد شوروی در تاجیکستان و آسیای میانه بزرگترین تلاشی که روس ها اونجا کردن در حقیقت قطع رابطه های تاریخی و فرهنگی این اقوام با گذشته تاریخیشان بود. شما قومی را، شما زبان یک قوم بگیرین، تاریخش بگیرین، فرهنگش بگیرین، او دیگر هویت نداره. حالا یک تعداد کسانی که در بعضی کشورهای عربی تحصیل کردن آمدن، اینها با استفاده از منبر مساجد خیلی تبلیغ میکنن که این جشن این گونه است و اون گونه. من فکر میکنم پشت سری از این یک برنامه سیاسی وجود داره. ایده همینجا خیلی ناآگاهانه و اساس دیدگاه های بسیار تنگ نظرانه میخواه یک نوع مخدوش بکنه. من میخوام بگم که شنیده بودم که در تاجیکستان به نام جشن لاله برگزار میشد در زمان مردم. ما هنوز هم هیچ علاقه ندارم که نوروز به نام جشن دهقان، مثلا جشن بهار یا جشن سرخ، گل سرخ. نوروز نوروز است، خلاص جشن نوروز است، یک هستی فرهنگی. من فقط یک چیز دیگر میخوام بگم که من یک مقاله خواندم از دانشمند بسیار بزرگوار خواجه بشیر احمد انصاری. دوستا خیلی علاقه دارم که به اون مقاله مراجعه کنم. بزرگترین دلیلی که مخالفان نوروز ارائه میکنند در افغانستان یک حدیث است که حضرت پیغمبر وقتی که از مکه به مدینه هجرت کرده بود، دیده بود که مردم دو روز جشن میگیرن. بعد گفت این چی گپ است؟ گفت که ما در گذشته دو روز جشن داشتیم. گفت چی بوده؟ مثلا یک روزش اون روزی که یهود، حضرت موسی قوم یهود از مصر بیرون کرد، یکی دیگه شال آدم نمیه. بعد پیغمبر میگه که خداوند دو روز بهتر برای شما داده، که یکی عید قربان است و یکی عید رمضان است. بعدن کسانی، مثلا این کسی که اولین باری رو تفسیر کرده، یک دانشمند، یک محدثی ایندیس، که اون میگه که هدف پیغمبر از هدف از دو جشن که گفته بودن، جشن مهرگان و جشن نوروز است. اولا که عرب در او روزگار نه نوروز میشناخت، پسان باز این نوروز نیروز شد در زبان عربی، و نه مهرگان میشناخت، این قدر چی وجود نداشه. که حدیث دیگری میارن در باره کلمه بهتر و اشاره به اون در قرآن است، اشاره به اون که قوم یهودا که وقتی که حضرت موسی به این طرف دریای نیل کشید، به اینا من و سلوا می آمد. بعد اینا گفتن ما این چیز را نمی خواهیم، برای ما چیزای حبوبات مثل عدس و نمی فهم چیزایی که می روی سبزیجات بیارن. باز اونجا خداوند میگه مگر آن چیزی بهتر مانده این را می خواهید؟ گفتن کلمه بهتر به مفهوم حرام بودن آن چیز قبلی نیست. از حضرت پیغمبر هم حدیث روایت میکنن که وقتی که بی بی عایشه ناراحت شده بود از بس که از بی بی خدیجه یاد میشد، باز گفت خداوند زن بهتری به تو داده. گفت به خداوند قسم است که زن بهتر به من نداده. این کلمه بهتره که وقتی پیغمبر میگه موقعیت زنان دیگه چی میشه خیلی؟ اگر به حسابی که اونجا گفته باشه، حضرت پیغمبر گفته که مثلا دو روز بهتر. تازه اون محدث هم که میگن، یک محدث میگن مدلیس بوده، یعنی بسیار تدلیس کننده بوده، یک نفر هم هست اتفاقا. من میخوام بگم که اگر جشن، من رفتم تپه پغمان دیدم خیلی باشکوه جور شده، خیلی، و دلم بسیار پر شد که اگر میمونای عزیز ما بیا افغانستان خیلی سربلند میباشه. من به معین وزارت اطلاعات فرهنگ گفتم که آقا این همه چیز جور کردی، ولی برنامه‌هایش بساز، برنامه‌هایش، و ولی جشن نوروز دست کم در افغانستان گریگاه تفاهم قومی بوده. حتی از کشورهای منطقه تا زمان داوود خان که وضعیت اینقدر بد نبود، مردم ها به بلخ می آمدن، از قندهار، از بدخشان دیگه با هم می نشستن و گپ می زدن و چه می کردن. من فکر می کنم، ببینین دوستای عزیز، بت‌های بامیان را تخریب کردن، پاره های قروخی از او را بردن، در پاکستان فروختن. کسانی که تاریخ ما را به کشورهای دیگه می بخشه، زبان ما را به کشورهای دیگه می بخشه، یا هستی و هویت ما را می بخشه، حساسا دشمنهای درجه یک این سرزمین هستند. ما در یک حوزه بزرگ مدنی بزرگ شدیم، هیچ چیز نمیشه تقسیم کرد،
هیچ چیز نمیشه، نه این نوروز تقسیم کرده میشه، نه مثنوی معنوی را تقسیم کرده میشه، نه اون شاهنامه بزرگ تقسیم کرده میشه، نه این حافظ، نه ناصر خسروی بلخی که در بدخشان در یک دره خوابیده است. هیچ چیز. ما همگان اینها را آفریدیم، ما همگان شریک هستیم و این نقطه اشتراک میتونه خیلی تفاهم ایجاد کنه و خیلی خوب است که فرهنگیان این حوزه بر بخیزن سر این دولتایی که تفکرات قومی دارن یا تفکرات بسیار تندروانه مذهبی دارن و چی دارن فشار بیارن تا زمینه های تفاهم را ایجاد کرد. برای یک جا شدن باید اول فاصله ها را تعیین کرد و بعد زمینه های رسیدن به هم. خیلی زیاد معذرت میخوام. تشکر است. من موافقم با اون چی که جناب آقای پرتوی نادری گفتند و استثنای دو مورد. یکیش این که نوروز است. تاجیکستان واقعا هم همیشه نوروز، همچنین نوروز جشن میگیرند. ولی اونها اون وقتی که میگفتند سیر لاله و جشن لاله و جشن دیقان، اون زمانی بود که زمان شوروی بسیار سختی بود، همه جا ممنوع بود جشن گرفتن. این یک به اصطلاح حله شرعی بود که نوروز را با این نام ها جشن میکردن. این یک تفضیه. تفضیه دویم این است که تشبسکار جشن برگزاری جشنی بین المللی شدن نوروز آذری تباران امریکایی بودن. آذری تباران امریکایی تشبس دادن اقدام، ولی اون تشبس رسمی نبود. رسمی از جانب چند کشور از جمله آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری شد. تشکر. بازم به مو اسطوره برمیگردیم. به نظر من نوروز و یکتا پرستی بسیار پیوند داره. جمشید وقتی که گفت این روز جشن بگیرین همه سال به همین روز، گفت تنها تن بدنهایتان را به آبهای پاکیزه بشویید، لباسهای پاکیزه بپوشید و بر درگاه پروردگار سجده کنید که شما را آفریده است. نوروز در اصل خود جشن طبیعت است، جشن اعتدال است. دقیقا زمان انسانها این جشن را گرفتن که به دوران زندگی از کوچیگری به دوران زندگی مثلا متوتن شدن مالداری و مثلا کشاورزی رسیده باشن. امروزه هیچ کسی به طرف نوروز به حیث یک جشن دینی نگاه نمی کنه، بلکه یک میراث فرهنگی است. آنگونه که تندیس های بامیان دیگه برای ما فقط یک آثار بازمانده از دوره های گذشته بود، یک اثر تاریخی فرهنگی بود. هیچ کس بت های بامیان به حیث یک چیز نگاه نمی کرد. اصلا بودیزم بت پرستی نیست. ولی بالاخره که حالا معلوم میشه که چرا چنین کارهایی در افغانستان میشه. در طول تاریخ جدال وجود داشته. بعدن کسانی که خواستن که از نوروز دفاع کنن، یک مقدار نوروز با بینش‌های دینی آمیختن. میگن در همین روز خداوند به کواکب و سیارات اجازه حرکت داد. در همین روز کشتی حضرت نوح به ساحل نشست. در همین روز برای حضرت پیغمبر وحی آمد، نخستین وحی آمد در غار حرا. در همین روز حضرت علی بر تخت نشست. در همین روز حضرت ابراهیم بت‌ها را شکست. حالا این بینش ها درست نباشد، ولی تمامش تلاش به این بوده که نوروز از اون حمله ای که گویا این جشن گبرگان و بازمانده از دوران پیش از اسلام است و کفر است و کسی که چه میکنه این گپا، نجات بودن. تاریخ من با اسلام آغاز نشده، تاریخ من پیش از اسلام است. ما پیش از این فرهنگ داشتیم. عرب ها وقتی که چه کرده بودن، حالا دوستای ایرانی ما بیشتر میفهمن، اون قالینی که نام خاص داشت، هی از او قصر که برده بودن جایی نداشتن که او را هموار کنن، بعد او را پارچه پارچه کردن. حالا ما همیشه در افغانستان اینطور است که می عرب که چیزی گفتی میخواست از یخنت میگره که تو کافر شدی. این دین چیزیست و این عرب چیز. من دیروز در فیسبوک دیدم که همی کانالیزیسیونی شهری که هست
و روی سرک کموس جای چی داره سوراخی داره بالا کرده بودن، صدها جلد قرآن اینا در کانال کانالیزیسیون شهری خود انداختن. تصویرش از حال خود دنیا این طور شده دیگه. ولی هنوز اون میایه برای مت مقدرات تعیین میکنه که این کار حرام است، آن کار. با دست چپ گلاس بالا نگو که آبی که مینوشی حرام است. مثلا من فکر میکنم که ملت ها ملت هاست، فرهنگ این ملت ها به وجود آوردن و رئیس های جمهور، رئیس های جمهور از دیگه امروز هستن سبا نیستن، یکش بدخو، یکش خوشگو، یکش دموکرات، یکش دیکتاتور، یکش یک چیز دیگه، یک چیز دیگه. من میگم یک جنبش منطقه‌ای در ما بین متفکران این حوزه و روشن فکران و فرهنگیان ایجاد شده که این به صورت یک فشار. ولی دست کم من خوش هستم امی که حداقل در این سالها میبینم که جشن نوروز به صورت مثلا دست در ایران جشن گرفته میشه، باز در تاجیکستان جشن گرفته میشه، در افغانستان میشه، باز در کشور دیگه میشه، در یک جای دیگه میشه. این به نظر من یک قدم است، یک قدم است. باید از این قدم ها استقبال کرد و فشار آورد برای این چیزا. من نمیفهمم من اون پیشنهادایی را که مطرح کردم چقدر خیال پردازانه و شاعرانه است یا چقدر. ما وقتی که در جایزه سارک داریم، جایزه ادبی سارک، ما چرا جایزه ادبی نوروز باستان نداشته باشیم؟ چرا یک مرکزیت ما با این نداشته باشیم؟ این چیزها قابل دسترسی است و اتحادیه اروپا ما نمیشیم تا زمانی که به یک تفاهم آلی در اروپا. وقتی این مسئله مطرح شد که تفکر شهروندی با وجود آمد، در سرزمین من افغانستان تفکر شهروندی وجود نداره. بینش من بینش قومی است. ما آخرین روزها هم دیدیم تا زمانی که ما به بینش شهروندی و به شأن شهروندی این حوزه نرسه، ما فکر نمیگرم که ایده‌های اتحادیه حوزه چطور به وجود بیاد. ما برای تحقق دموکراسی و شأن شهروندی باید بیشتر کار بکنیم تا به این چیزا برسیم. به هر حال ما باید بیشتر کار بکنیم تا بیشتر فرهنگ خود حفظ کنیم. امروز ما مسئول پاسداری فرهنگ خود هستیم. من مجبور شدم یک حفظه کتاب هم. من واقعا از صحبتی که امروز شد، بخصوص از پیشنهادات آقای پرتوی نادری، یکی از فرهنگیان نامداری نه فقط افغانستان بلکه منطقه نوروز، کاملا جانبداری میکنم و خوشبختانه بعضی اقداماتی که ایشان گفتن علاقه در کشورهای ما عملی شدن. ما نوروزگاه بزرگترین در سطح جهان داریم که در پهلوی کاخ رئیس جمهور است. ما در مرکز شهر خوجند ما نوروزگاه با بسیار داریم که در داخل دریای سیر است. یک جزیره بسیار زیبا است که همه اطرافش چی است و به شکل یک پارک بسیار سطح جهانی ساخته شده است. ولی چیزی که من میخواستم به اصطلاح یک رقم اضافه کنم یا یک رقمی رو به اصطلاح توضیح بدم است که چون نوروز همگی چهار جشن نوروز شده، جشن جهانی، یعنی در آغاز تجلیل جهانی خود است و به تدریج یک برنامه واقعا جامع و فراگیر می شود. مثلا ما سال گذشته در تاجیکستان در سال 2012 طوری که دوستی ما هم اشاره کردن تلاش کردیم که واقعا نوروز یک جشن پیوندی فراگیری منطقه شود. به این خاطر ما سازماندهی کردیم جشن جهانی نوروز در سطح رؤسای جمهور و دولت ها، کنفرانس منطقوی راجع به افغانستان یا رکه 5 که در اونجا نمایشگاه بزرگی دستاوردهای هم اقتصادی و هم فرهنگی افغانستان با شرکت قریب 400 تاجر که از اینجا 150 موتر یا بار بردن و همزمان سیمپوزیوم یا یک سیمپوزیوم یا کنفرانسی علما و فرهنگیانی حوزه نوروز. و ما به جانب افغانستان هم پیشنهاد کردیم که در سال آینده او تلاش کنن که امی چارچوب، یعنی کنفرانس رکه 6 شود، نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه شود، اگر خوب میشه فستیوال فرهنگی و موسیقی شود، بخصوص سبکای بسیار قدیمی و باستانی، از قدیمی موسیقی کلاسیک، موسیقی مثلا کلاسیکی ما 6 مقام، موسیقی فلک و فرهنگ موسیقی مردمی و غیره. و من فکر دارم که به تدریج این کار میشه. تشکر از آقای سفیر. فکر کنم وقتم به اتمام رسیده.
یک بار دیگر تشکر میکنیم از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به خصوص از آقای مرادیان و تشکر از پنلستای عزیز. تشکر.